مارک بار ژاپن ناوتوکان به این نتیجه رسید که تنها راه برای اطمینان یافتن این است که به آنجا برود بنابراین صبح زود در روز دوازدهم مارس او به ایستگاه دایچی در فوکوشیما پرواز می کند او از فراز مایل ها و مایل ها خرابی های دیگری که توسط زلزله و سونامی ایجاد شده می حدود 16 هزار نفر کشته شده او درست بعد از ساعت هفت صبح در دایچی فرود می آید حدود 50 ساعت بعد از سونامی من با سرپرست کل ایستگاه یوشیدا و 45 دقیقه ملاقات کردم. وقتی که او سیستم کار ایستگاه را توضیح داد من فهمیدم که اون کسیه که میتونم به اون اعتماد کنم نخست وزیر از سرپرست کل و طرح او حمایت میکند یوشیدا قصد دارد تخلیه بخار را ساعت نه صبح شروع کند اما کارهای زیادی برای انجام دادن و نکات زیادی برای توجه کردن وجود دارد وارد شدن به ساختمان بسیار تاریک رکتور همراه با مهار کردن فشار بسیار بالای محفظه نمیدونم چطور میشه گفت اما احساس میکردم ما داریم یک تیم انتحاری درست میکنیم برای باز کردن مجاری خروج بخار آنها با یسی به صورت دستی دو دریچه را باز میکرد یکی در زیر زمین و دیگری در طبقه دوم در ساعت نه و دقیقه صبح دو کارگر به سمت راهروی تاریک ورودی به طبقه دوم ساختمان راکتور شماره یک می روند. یازده دقیقه زمان می گیرد تا آنها بتوانند دریچه را باز کنند. نه دقیقه بعد از آن یک تیم دیگر به طرف دریچه داخل زیر زمین می روند. اونها در وسط راه دوچاره تشهرشوه رادیواکتیو شده. به طوری که بالاتر از حدی بوده که اونها فکر میکردند در اساس وقتی که تشهش به این حد میرسه اونها با استیبر گشتند. آنها مأموریتشان را کنسل میکنند در مرکز واکنش های آنها تشخیص می دهند که بایسی راهی برای باز کردن دریچه تهویه از راه دور بیابند آنها تلاش می کنند یک کمپرسور باد پیدا کنند که بتواند به لوله متصل شود که با فشار دریچه را باز کند نهایتا در ساعت دو و پنجاه دقیقه بعد از ظهر بخار شروع به خروج از برج تخلیه می‌کند و فشار به تدریج پای می آیا ممکن است شرایط خطرناک تمام شده باشد در حقیقت این تازه شروع کار است در داینی در حالی که هنوز برقی وجود ندارد و راکتورها در حال داغتر شدن هستند شانس کمی پیدا می شود ساختمان دفع تششعات در پشت رآکتور شماره یک برق دارد اما آنها نیاز به استفاده از آب دارند اکنون نوهی رو ماسودا تصمیم میگیرد این مسیر را کابل کشی کند با امید به اینکه خنک کنندگی را به راکتورها بازگرداند هر یک از این چهار رآکتور نیاز به سه موتور پمپ فعال دارند آنها نیاز به کشیدن پنج و نیم مایل کابل دارند تا همه را متصل کنند. او بایستی به سرعت برق را برساند. حداقل پنجاه قرقری بزرگ از کابل فشار قوی. ناهی و ماسودا کابل ها را سفارش می دهد اما رسیدن آنها تأخیر دارد. پلیس درگیر منظم کردن ترافیک برای تخلیه افراد بود. و وقتی که کامیون ها از راه های کمربندی استفاده می کردن، مجبور بودند مسیر را در جهت ترافیک دور بزنند. وقتی که آنها در داینی منتظر بودند، بحران در دایچی بسیار بدتر می شد. میله های سوخت اورانیوم پوشیده شده در زیرکونیوم هستند. اگه اونها خیلی داغ بشند، واکنشی میان زیرکونیوم و آب یا بخار انجام میشه که باعث تولید میزان بیشتری از هیدروژن خواهد شد. ساختار نگهدارنده راکتور آب جوشان توسط یک در پوش گنبدی شکل مهرموم شده است که برای سوخت رسانی برداشته می شود. اکنون فشار در رآکتور یک آنچنان بالاست که مقداری در پوش را بلند می کند. هیدروژن از این شکاف می و وارد ساختمان رآکتور شده و با هوا مخلوط می شود. این دیگر فقط زمان نیاز دارد تا اینکه گاز با قابلیت اشتعال بالا منفجر شود. ساعت 3 36 دقیقه بعد از ظهر من فکر کردم این فقط یک پس زلزله است اما همه ما احساس کردیم که یک مشکل خیلی جدی پیش اومده بعد مدیر به من گفت که سقف راکتور کاملا نابود شده وقتی که این رو شنیدم شوکه شدم فشار تو واحد یک درست به حد بالای ظرفیت فشار پوشش رسیده بود ما فقط حدود دو ساعت فرصت داشتیم من گفتم بالاخره تونستیم نجاتش بدیم این یک ناکامی ویرانگر بود فکر می کنم بیشتر ما که در آن موقع مشغول کار بودیم احساس نمی کردیم که موفق به زنده موندن بشیم. در داینی کارگران مشغول آماده سازی برای قرار دادن کابل های فشار قوی هستند که از انفجار در دایچی مطلع می شوند. بعد از انفجار همه نفراتی که بیرون داشتیم به اتاق واکنش های استراری برگشتند. 500 یا 600 نفر در اتاق بودند. من گفتم خواهش میکنم به من اعتماد کنید بیگمان من هیچ کاری که به شما آسیب برسونه انجام نمیدم اما فوکوشیما داینی همچنان در خطره و من نیاز دارم که شما تمام تلاشتون رو بکنید کابرها صبح روز سیزده هم میرسند نهایتا کار سنگینی برای نجات دادن فوکوشیما داینی شروع میشود میزان خیلی زیادی از این کابل عبور میکرد چند صد آمپر بنابراین کابل بسیار زخیم بود هر نفر بایستی با حمل حدود 35 پوند کابل راه میرفت. این یک مسابقه بر علیه زمان و علم فیزیک بود اگه بخواین به طور معمول این کابلو بکشین حدود یک ماه طول میکشه من طبعا فکر نمیکردم در کادر زمانی که داریم این کار ممکن باشه در مجموع حدود دیویست کارگر درگیر این کار بودن کارگرانی که دیگه بیش از اندازه خسته شده بودن رو از کار خارج میکردیم در این میان ناهی رو ماسودا آب تازه برای خنک کردن راکتورهای را آسیب دیده را تمام می کند. او از مقر مرکزی تپکو تقاضای ارسال آب می کند. من از توکیو تقاضای چهار هزار تون آب کردم. اما به جای اون اونا چهار هزار لیتر آب آشامیدنی داخل بطری به ما دادن. این باعث شد ما بفهمیم که فقط روی پای خودمون هستیم و نمیتونیم روی توکیو حساب کنیم. پس شروع به گشتن دنبال آب کردیم. او به یاد نهری افتاد که برای تأمین آب آشامیدنی و بقیه نیازهای ایستگاه استفاده می شد. کارگران نشتی لوله آن را با یک قطعه از دور خارج دوچرخه گرفته بودند. در داییچی رویدادها همچنان برای آنان مشکل آفرینه. با فرو ریختن خاک در واحد یک متوجه می شوند که چهار کارگر مجروح شدند. با تخلیه شدن لوله های آب ذخیره تمیز آنها در تلاش برای تزریق آب دریا به راکتورها هستند. در ساعت 7 و 4 دقیقه بعد از ظهر موفق می شوند. اما استفاده از آب آلوده دریا به این معنی است که ها مطمئنا خراب خواهند شد به سرپرست کل یوشیدا گفته می شود که متوقف کند و به دنبال تاییدیه دولت هستند یوشیدا در یک کنفرانس ویدئویی کار سخت رو انجام میده. او به مردم دستور میده که از ورود آب دریا به راکتورها جلوگیری کنند که ورود آب دریا را متوقف کنند. من شخصا فکر می کنم تصمیمی که سرپرست کل یوشیدا گرفته بود تصمیم درستی بود. اگه در اون نقطه وارد کردن آب دریا رو متوقف می کردیم فکر می کنم وضعیت خیلی بدتر می شود. در همین زمان واحد سوم داشت متزلزل می شد. پس ماموریت ما این بود که واحد سوم مانند واحد اول نشه با نداشتن برق باتری آنها قادر به باز کردن دریچه ها برای تخلیه بخار واحد سوم نبودند و هیچ کنترلی هم بر آن نداشتند بنابراین آنها از باتری خود را استفاده می کنند با امید به اینکه بتوانند از اتاق کنترل دریچه ها را باز کنند ساعت 9 صبح یک شنبه 13 مارس هسته راکتور واحد سوم افروخته شده و شروع به ذوب شدن می کند. فشار پیوسته بالا می رود. با ترس از یک انفجار هیدروژنی دیگر یوشیدا صبح روز چهاردهم مارس به کارگران دستور عقب نشینی به مرکز واکنش های استراری را می دهد. اما فشار در یک نقطه پاورجا می شود و یک ساعت بعد او دستور را منتفی می کند. ما بین عقب کشیدن کارگران و وارد کردن آنها تردید داشتیم چون ما نگران یک انفجار هیدروژنی دیگر بودیم وقتی که انفجار رخ داد متاسفانه ما نزدیک 50 نفر نزدیک واحد سوم داشتیم ساعت 11 و 1 دقیقه روز چهاردهم مارس است. چون افراد زیادی در اطراف اونجا بودند من به درستی نگران سلامتی اونها بودم من با خودم فکر می کردم احتمال زیاد داره کسی کشته شده باشه بعد یکی یکی افراد شروع به عقب اومدن کردن همه اونها رنگشون پریده بود و تعدادی خونریزی داشتن وقتی که واحد سوم منفجر شد یازده کارگر مجروح شدند به طرز شگفتانگیزی هیچ کس کشته نشده بود و زمانی که ما از همه نفرات گزارش گرفتیم تازه متوجه شدیم سطح آب در واحد دوم هم بسیار پایین اومده به نظر می اجتناب ناپذیر است واحد دوم پس از آن منفجر خواهد شد ظهر چهاردم مارس یک ساعت بعد از انفجار در واحد سوم آبی که سوخت داغ رادیواکتیو را پوشانده بود به صورت ناگهانی شروع به پایین آمدن کرد یک ساعت و نیم بعد سیستم خونک کننده اضطراری از کار میافتد سرپرست کل یوشیدا جزئیات را برای تعداد کمی از کارگران قابل اعتماد توضیح میدهد که چند اتوبوس برای تخلیه آماده کنند حالا دیگر او هیچ انتخابی ندارد مگر اینکه به کارکنانش دستور بدهد که به منطقه خطر بازگردند پس از انفجار واحد سوم او از ما خواهش کرد که باز هم به آن منطقه بریم برای نجات واحد دوم کار سختی بود ساعت 6 و 22 دقیقه بعد از ظهر هیچ آبی وجود ندارد سوخت اورانیوم کاملا بدون پوشش آب است و شروع به گدازش میکند باز هم آنها تلاش به استفاده از باتری های ماشین برای باز کردن دریچه های و تخلیه فشار میکنند از روز چهاردهم تا صبح روز پانزدهم واقعا انگار که مانند اینکه در جهنم بودیم با طلوع آفتاب در صبح روز پانزدهم مارس آنها صدای یک انفجار قوی را میشنوند اما این آن چیزی که از آن وحشت داشتند نبود بلکه یک قافلگیری کامل بود انفجار در واحد چهارم اتفاق افتاده بود اما این راکتور برای سرویس نگهداری قبل از شروع سونامی خاموش شده بود چه اتفاقی ممکن است آنجا افتاده باشد و چه چیزی باعث نجات واحد دوم از انفجار شده است پجوهش ها در این مورد مدتی طول کشید سرپرست کل یوشیدا دستور تخلیه شتابان 650 کارگر را می دهد. او و حدود هفتاد کارشناس باقی میمانند. در کمال شگفتی این همچون فوکوشیمای پنجاه شناخته شد. ما با دشمنی غیر قابل دید می جنگیدیم. راکتورهای خارج از کنترل مانند نبردی در جنگ بود. نیمه شب سیزدهم است در اتاق کنترل داینی اپراتورها در تلاش برای کاری هستند که گریز ناپذیر به نظر می رسد تخلیه بخار رادیواکتیو به محیط خارجی سپس کابل ها و موتورها نهایتا در محل خود قرار می گیرند و وضعیت به طور جدی تغییر می کند وقتی به ما پیام داده شد که انداختن کابل تمام شده خیلی خوشحال کننده بود بعد از اون موتورا رو چک کردن و گفتن موتورا هم کار میکنه خیلی بیشتر خوشحال شدیم پمپا بالاخره برای واحد یک، دو و چهار کار میکردن سه بار همه با هم دست دادن برای هر کدوم یک بار خیلی هیجان انگیز بود باور نمیکردم اونها این کارو کردن چه تیم خوبی بودن یه کار باور نکردنی رو انجام دادن من گفتم آفرین فشار تو واحد یک درست به حد بالای ظرفیت فشار پوشش رسیده بود ما فقط حدود دو ساعت فرصت داشتیم من گفتم بالاخره تونستیم نجاتش بدیم در دایچی سرپرست کل یوشیدا اکنون دستور تخلیه را به هم زده و کارگرانی که فرار کرده بودند شروع به بازگشت کردهند وضعیت تقریبا پایدار شده بود و سرانجام پس از این مدت ما توانستیم نفسی بکشیم پس از آن ما نگران خنک کردن انبارهای سوخت شدیم مخازن در ساختار راکتور در بالا قرار دارند برای اینکه آنجا هم سوخت اورانیوم استفاده شده و هم سوخت جدید را نگهداری می‌کنند بیش از 3100 دسته از میله‌های سوختی وجود دارد ها صفحه اورانیوم واحدهای یک تا چهار در انبارها قرار دارند آنها داخل محفظه های نگه نیستند در صورتی که مخازن آب خشک شوند میله های سوختی ممکن است بیش از حد داغ شده و در هوای آزاد آتش بگیرند که باعث آزاد شدن میزان زیادی از رادیواکتیو می شود این بدترین سناریویی است که نخست وزیر ناوتوکان نا نخست وزیر سابق ژاپن را نگران کرده است این موضوع ممکن است او را مجبور به دستور برای یک تخلیه اجباری همه افراد در شعاع 150 کیلومتری یا بیشتر کند. توکیو غیر مسکونی می شود. شاید برای دهه ها. درک چون این چیزی بسیار سخت است. در میانی این آشوب و بحران چاک اپراتور ایستگاه‌های هسته‌ای و مدیر پیشین اداره سرپرستی نیروگاه‌های اتمی به دایچی در فوکوشیما می‌رسد. همین که وارد اونجا شدم دیدم بزرگترین چالش در برابر ماست چون همه دنبال متوقف کردن این زیان بودند. وضعیت خیلی ناگوار بود. این واحد دومه و این واحد اول ما همه یه تلاشمون رو کردیم تا هر کاری از دستمون بر بیاد بکنیم اکنون زمان اقدامات اضطراری فرا رسیده در صبح روز هفته مارس هلیکوپترهای دفاع مدنی برای معمولیت ویژه پرواز می کنند به امید اینکه آب دریا را روی مخزن ذخیره سوخت واحد سوم بریزند که به نظر می رسد در حال جوش آمدن است به دلیل نیروی پرتوها آنها باید بالا پرواز می بسیار بالا. به راستی آب پیوسته به داخل مخزن ریخته شد و خطر همچنان بسیار بالا بود. بنابراین آنها به یک واحد آماده نجات در اداره آتشنشانی توکیو پناه می‌برند. طرح آنها این بود که از تجهیزات مقابل با آتش در ارتفاع بالا استفاده کنند آنها دیر وقت در شب بعد به ایستگاه رسیدند آنها توسط معاون رئیس اداره آتش نشانی یوکیو تاکیاما هدایت می شدند طرح این بود که آب رو با هر امکان لازم به واحد سوم برسونیم باید به نقطه کور می ریختیم نمانند آتش که نمایانه و به هر نقطه اون می توان پاشید من باید پاسخ هر اشتباهی رو میدادم هر خطایی ممکن بود فکر میکردم اگه اینجا منفجر بشه چه کار کنم من هیچ وقت این میزان ترس و احساس نکرده بودم. یک احساسی داشتم که به راستی در شرایط سختی هستیم. آنها ظرف 20 دقیقه از پس این کار برآمدند. آفتاب طلوع می کند. اکنون آب به جریان افتاده است. سوخت موجود در مخزن دیگر در معرض هوا نیست و پرتوهای رادیواکتیو آزاد نشده است. توکیو در امان است کم کم و به صورت تدریجی ما امیدوار می شدیم تا لحظات پیش ما بسیار سرخورده بودیم و حالا کمی آروم شدیم دیگه ترسمون ریخته بود برای اولین بار پس از این چند روز تاکیو ایناگاکی رئیس شرکت تپکو ایناگاکی فرصتی پیدا می کند و تلفن را بر می دارد که به خانه زنگ بزند. همسرم از من پرسید حالت خوبه؟ از صداش متوجه شدم که خیلی هیجان زده شده. من گفتم هنوز زندم و کاملا سالم هستم. مراقب خودت باش. در روزها و هفته های بعد کابوس به پایان نمی رسد اما دست کم بدتر از آن نمی شود خودروهای قوی حامل پمپ حجم بالایی از آب دریا را به مخازن سوخت می ریختند برق نهایتاً در 21 مارس کاملاً به ایستگاه بازگشت. تا ماه جوان آنها یک سیستم تصفیه پیچیده نصب کردند تا ماده شیمیایی سیزیوم را از آب با شستشوی ویرانه های رادیواکتیو جدا کرده و آن را به اقیانوس آرام بریزند و به تدریج پاسخها خود را نشان دادند چرا واحد چهارم منفجر شد برج تهویه این واحد با واحد سوم یکی بود و افزایش هیدروژن در واحد سوم از طریق یک ژاپنال مشترک به واحد چهارم نشتی کرده بود. چرا برج دوم که آنها نگران آن بودند منفجر نشد؟ آنها فهمیدند که انفجار در واحد اول درب نزدیک به بالای ساختمان راکتور واحد دوم را تخریب کرده. و این باعث گریز هیدروژن و تششعات از واحد دوم شده است. وقتی که این در حال تخلیه بوده، جهت با تغییر کرده و تمرکز بالایی از سیزیوم را به شمال غربی فرستاده است گرد رادیواکتیوی که برای دهه ها باقی خواهد ماند هشت ماه بعد از زلزله و سونامی خبرنگاران به دایچی در فوکوشیما می روند. سرپرست کل ماسا و یوشیدا تلاش می کند نگرانی ها را کاهش دهد. ایستگاه اندازه کافی تثبیت شده و ساکنان محلی بایستی آرامش خاطر داشته باشند. البته ما هنوز کارهای سختی در شرایط فعلی داریم. یوشیدا توسط مقامات ارشد خود در تبکو به خاطر سرپیچی از دستورات و تزریق آب دریا به راکتور در شرایط بحرانی سرزنش شده بود. کارگران او چه شدند؟ شش نفر از آنها با ورود به ساختمان راکتور و تلاش برای باز کردن دریچه های تهویه جان خود را به خطر انداخته بودند. آنها دستخوش خوش میزان زیادی از رادیواکتیو به اندازه 678 میلی قرار گرفته بودند. 5000 میلی سیورت برابر با یک لیتر است. خطر سرطان برای این شش کارگر ایستگاه دایچی بدون شک در طولانی مدت بیشتر است. اما در خلال این هفته سرنوشت ساز همه آنها فکر می کردند که دیگر برایشان مدتی طولانی وجود نخواهد داشت. اگه بی پرده بگم فعات زیادی بود که من فکر میکردم احتمالا خواهم مرد هیچ چیزی رو نمیتونستیم پیش بینی کنیم بدترین سناریو برای زوب راکتور این بود که از کنترل خارج بشه و احساس میکردم این ممکنه و از ذهنم میگذست که شاید این پایان کاره یک ماه بعد هسته های شده داغ نهایتاً به پایین تر از نقطه جوش آب رسیدند خاموش شدن سرد از آن موقع یوشیدا از اینجا رفته است. او دچار سرطانی بدون ارتباط با کارش شده است. او در ژوئیه سال 2013 فوت می کند. اون مرد بزرگی بود. شاید بشه گفت اون یک ابرقهرمان بود. نه فقط به خاطر کیفیت تصمیماتی که می گرفت، بلکه به خاطر سرعت تصمیم گیری هاش. او همیشه کمک کار افراد بود. همیشه افراد رو تشویق می کرد. من با او بودم آه من نمیتونستم چطور؟ بله بدون اون اینجا باشم فوکوشیما چهار سال بعد جایی که روزی یکی از بزرگترین ایستگاه های تولید برق هستهی در جهان بوده است اکنون مرکز پیچیده ترین، گرانترین و تمیزترین محلی است که تا به حال دیده شده کاری که بایستی طی چهل سال انجام میشد اینجا بر اساس یک تکنولوژی کار خواهد کرد که هنوز ابداع نشده و با اراده مردمی که هنوز متولد نشدهاند مردی که مسئول همه اینهاست قهرمان ایستگاه داینی در فوکوشیماست اکنون نواهیرو ماسودا افسر تبکو برای بازسازی است این چالشی است که بسیار با آنچه او در مارس 2011 مواجه شد متفاوت است این اولین باریه که کسی تلاش کرده به این صورت بازسازی کنه هیچ کسی در جهان تجربه این کار رو نداره بنابراین ما تلاش میکنیم هدفی رو برای رسیدن به اون روشن کنیم من نمیتونم یک تصویر روشنی بدم چون ما هنوز در حال موشکافی کاری هستیم که میخوایم انجام بدیم اینجا چرنوبیل نیست که با عجله ترک شود مانند یک آرامگاه بسته شود و با دیواری در بر گرفته شود اینجا ژاپن است جایی که زمین ارزشمند است و آنها تاریخی از دوباره برخواستن از خرابه ها را دارند اینجا آنها امیدوارند که گذشته دردناک را پاک کنند و شاید روزی دوباره به خانه هایشان بازگردند من در این منطقه به دنیا آمده و بزرگ شدم همون منطقه‌ای که در حال بازسازیش هستیم ممکن نیست که اینجا رو ترک کنیم و همه ما آرزوهای نیرومند داریم که باز اینجا رو مسکونی کنیم فکر میکنم این امید ما برای ادامه کاره این رویداد ناگواری با ریشه های جرف در سطوح بالاست تصمیمات اشتباه در طراحی غرور ناشی از تکنولوژی بالا و یک فرهنگ نقض ایمنی اما در ژاپن صحنه شرکت میدان کارگران آن است بنابراین آنها به همان اندازه قربانی به عنوان مجرم نیز شناخته می شوند. ما اون چرا که باید انجام دادیم. به شدت از وضعیت غیرقابل توجیهی که پیدا شد پشیمانیم. کسی هرگز با نیروی فیزیک و نیروی طبیعت که این مردم مواجه شدند برخورد نکرده. شاید که این سیستم شکست خورده باشه اما اون اپراتورها بهترین کاری رو که ممکن بود انجام بدن انجام دادن از نگرش من اونها به راستی قهرمان هستند چیزی نیست که با آن افتخار کنیم بسیاری از کارگران ایسکا همینجا به دنیا آمده و بزرگ شدهاند. آنها میخواستن شهر سکونتشان را حفاظت کنند خانواده هایشان را حفاظت کنند حقیقت این است